سلام و عرض ادب و درود خدمت همه شما دوستای گل، وقتتون اشاره که به خیر باشه. خوش اومدید به یک ویدیوی بسیار مهم در بابت ترمیم معدل و سال 11 هم که به قول معروف میخوایم مجدد، حالا هر یه قدمی که این ور اون ور گذاشته میشه ما سریع ویدیوش میکنیم و برای شما توضیحش میدیم. نکته اول از بابت سوال بچه ها هستش که آقا ویدیو قبلی که تو ضبط کردی ما متوجه نشدیم تغییراتی که گفتی و این تغییرات جدیدی هم که الان میخوام براتون بگم برای 404 یا 405 چرا مشخص نبود؟ چرا میگید که تغییرات برای 405 و برای 404 نیست؟ بچه ها اول از همه ویدیویی که نگاه میکنید رو لطف کنید رد نکنید و تا آخر ببینید. متاسفانه 20% بچه ها تا آخر نگاه میکنن و به خاطرم اون ما صحبتایی که آخر میکنیم و گوش نمیدن اطلاع ندارن، فردا برای خودتون مشکل خدای نکرده به وجود میاد، وگرنه ما اینا رو بلدیم. به خاطر همون خدمتون عرض کنم که برای در واقع سال 11 هم یه سری جلسه ها و موارد دیگه مجدد برگزار شده که خروجیش متاسفانه مشخص نیست. یعنی جلسه به این صورت بوده که در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار کرده که احتمال داره در بابت همین ترمیم معدل و یا برای سال 11 هم باشه. جلسه برگزار شده ولی نمیدونیم که آیا خروجیش به چه صورت بوده، اصلا خبری از خروجیش میاد یا نه. همونطور که در جریان هستید همه مسئولان و این یک ماه اخیر که دو سه تا جلسه برگزار شده بود از بابت در واقع تاثیر قطعی معدل، خیلی از افراد کلا موافق این بودن حذف بشه. حالا که نتونستن گفتن که اوکی فقط سال 12 هم بمونه، وایسید 400 برای سال 11 هم رو حذف کنیم یا مثبت کنیم. مثبت همون حذف دیگه، حذف که نمیشه مثبت میشه، مثبت هم بشه هیچکی ترمیم نمیده برای سال 11 هم. و همه میان روی سال 12 هم که تاثیر قطعی داره. به خاطر همون زمانی که این جلسه ها برگزار شد این صحبت ها بیان شد و همه هم راضی بودن، موافق بودن. فشار روی مسئولین بسیار اومده، مخصوصا روی در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی، بسیار بسیار از جوانب مختلف داره به این افراد فشار وارد میشه که کلن تأثیر قطعی معدل رو برای سال 11 هم کلن مثبت بکنن که به معنای همون حذف شدن سال 11 همه. اما خیلی از بچه ها گفتن آقا 404 رو میگه یا 405؟ اول از همه برای 404 و برای 405 دو تا زمان تعیین شده. 404 میگه آقا اگه قرار باشه تغییری اتفاق بیفته توی دفترچه ثبت نام نوبت اول کنکور که سنجش در آبان منتشر میکنه خواهد بود و اگه تغییری رو داشته باشیم توی اون دفترچه است. فعلا که عقل حکم میکنه به عنوان آخرین مصوبه سنجش سال 11 و 12 هم تاثیر قطعیه، مگر اینکه توی دفترچه نوبت اول کنکور سال در واقع 1403 که هستیم برای 404 دفترچه نوبت اول کنکور بیاد و توی اون مشخص شده باشه که مثلا سال 11 هم حذفه یا سال 11 هم مثبته به قول معروف، اوکی؟ اما اگه نباشه بچه های 404 باید در واقع سال 11 هم رو ترمیم بکنن و تاثیر قطعیش رو در واقع داشته باشن. اما برای 405 گفتن که تا آخر آذر ماه مشخص خواهد شد، حتی ممکنه تا آخر آذر مشخص نشه، باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. اگه قرار باشه تغییرات برای کنکور در واقع 404 20% باشه، یعنی 20% امید داشته باشیم، برای 405 100% تغییراتی رو خواهیم داشت، چون 405 دهمو داریم، 11مو داریم، 12مو داریم که 100% تغییرات رو خواهد داد. حالا اینکه چه تغییراتی ترجیح میدم راجع بهش صحبت نکنم که در واقع بعدم ببینیم چه اتفاقی میفته، چون ما اگه نظر شخصی خودمون رو هم بگیم بازم فردا ممکنه بعضی از افراد بگن تو اینو گفتی در حالی که نظر شخصی ما بوده. به خاطرمون باید منتظر بمونیم، ولی برای 405 100% تغییرات رو داریم. حالا اینکه چه تغییراتی باشه بهتره تا آخر آذر ماه منتظر باشیم. اما از بابت ترمیم معدل، زمانی که بحث من قبلا هم گفتم توی این جلسه یه سری صحبت‌ها شده راجع به ترمیم، به خاطر همون زمانی که ما راجع به سال 12 هم بحث میکنیم فرصت مجدد ترمیم هم خودکار درباره اون بحث میشه، خودکار. به خاطر همون فرصت مجدد ترمیم هم طبق زنگایی که من مجدد امروز صبح زدم
به من گفتن که یه دونه دیگه جلسه برگزار شده از بابت ترمیم معدل و مثل اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی یه سری صحبت هایی رو با آموزش پرورش داشته، ولی اینکه خروجی کار چی بوده واقعا مشخص نیستش و اصلا معلوم نیست که آیا خروجیش به صورت رسمی اعلام بشه یا نه، و زمانی که فرصت ترمیم معدل بخواد بیاد طبق معمول به من پاسخ دادن که تا آخر آذر ماه فرصت در واقع فرصت ترمیم مشخص میشه. فقط خواستم بهتون بگم که مجدد جلسه برگزار شده، اگر خدا بخواد دیگه فرصت مجدد ترمیم رو ممکنه بهمون بدن. میگم دیگه نمیگم 80% میدن 20% میدن، میگم ممکنه با احتمال بالا بهتون داده بشه، چون مجدد اگه بخوایم درصد بگیم بازم ممکنه بعضی افراد بگن که تو که درصد بالا میگفتی چرا 5% اومدی پایین‌تر. درصد در واقع احتمال موفقیت و دادن فرصت مجدد ترمیم به علت فشار زیادی که روی آموزش پرورش هستش، و هم از اون طرف هزینه خوبی که میتونه داشته باشه، درآمد خوبی که میتونه داشته باشه، فشار بالاست روی آموزش پرورش. به خاطر همون احتمال دادن فرصت مجدد ترمیم معدل از نظر شخصی من و پیگیری هایی که انجام دادم بالاست. انشالله که همینطور هم اتفاق بیفته که دیگه مشکلی ایجاد نشه، و وقتی فرصت رو بدن به همه میدن، فرقی نمیکنه 10 بار ترمیم زدید یا بار اولتونه. کسایی که بار اولشونه خب همون یه بار رو میتونه بدن، کسی که بار سوم میشه همون بار سوم رو هم میتونه بده و دیگه مشکلی نداره. این از این بابت که گفتم یه سری توضیحات رو خدمتتون بدم، که ممنون میشم اگه نقطه نظری دارید حتما توی کامنت ها بگید که با هم صحبت کنیم دربارش. توی این ویدیو میخوام درباره کارنامه سبز یا نهایی صحبت بکنم. کارنامه سبز بچه‌ها همونطور که میدونید هر سال منتشر میشه، ولی از همین اول خیلی سریع بحث رو باز کنم که مستقیم بریم سراغ بحثمون. خیلی از بچه‌ها میگن آقا ما میشه رتبه‌های بعدیمون رو هم ببینیم، رشته‌های بعدیمون رو هم ببینیم که ببینیم آیا قبول شدیم نشدیم، بعد درخواست بدیم. مثلا من رشته آمار قبول شدم، برم رشته مثلا میکروبیولوژی، من اونو میخوام ببینم کدوم قبول شدم. بچه‌ها اولا کارنامه سبز برخلاف 3 سال پیش که راحت دستتون رو باز میذاشت و شما میتونستید برید و تمام ثبت نام‌های لازم رو و نقل و انتقالی‌های لازم رو انجام بدید، امسال دیگه اصلا امسال چی، از 3 سال پیش تا از 2 سال پیش تا الان دیگه اینطوری نیستش. کارنامه سبز دیگه هیچ کاربردی برای این حالت که شما بخواید رشتتون رو عوض کنید وجود نداره، فقط برای بعضی از قسمت‌های مختلف مثل دانشگاه شهید رجایی یا بورسیه ها، رشته های دارای بورسیه کاربرد داره. به صورت کلی در واقع کارنامه سبز فقط دیگه میاد به شما میگه آقا 50 تا کد رشته انتخاب کردی، یه لحظه بچه ها سرم درد گرفت، 50 تا کد رشته انتخاب کردی، 20 رو قبول شدی، کد رشته 20 به بعد رو نمیتونید ببینید، کلن صفره. یعنی دیگه کارنامه سبز به شما نشون نمیده که بعد از اون رشته‌ای که قبول شدی چه رشته‌ای قبول شدید، دیگه چه رشته‌های دیگه‌ای میتونستید قبول بشید. خب دیگه به شما این رو نمایش نمیده. پس عملاً کارنامه سبزی که برای شما هستش کاملاً کاربردش رو از دست داده، دیگه کاربردی برای شما به هیچ عنوان نخواهد داشت. اما یه نکته، خیلی از بچه‌ها میگفتن آقا ما میتونیم با اعتراض زدن به سنجش و پیام زدن توی سیستم پاسخگویی سنجش در واقع به اون نتیجه برسیم که رشتمون رو عوض کنیم. مثلا ما میخوایم آقا رشته بعدیمون رو بریم، من فکر میکنم مثلا میکروبیولوژی قبوله، من فکر میکنم که آمار قبولم، میتونم از این رشته ای که هست درخواست بدم به سنجش، سنجش بررسی کنه و کارنامه نهایی رو اوکی کنه برای من. باید خدمتتون عرض بکنم که از بابت اینکه شما بخواید درخواست بدید و اعتراض بزنید، از اونجایی که خود کارنامه سبز ماهیت اصلیشو از دست داده، به احتمال 99% درخواست شما اصلا رد میشه، چه برسه به اینکه بررسی بشه، درخواستتون کلا رد میشه و امکان اینکه با هر قسمت از اعتراض بخواید در واقع اعتراض بکنید به کارنامه سبزتون، اعتراض بکنید به اینکه این رشته و دانشگاه رو من نمیخوام، میخوام برم یه رشته و دانشگاه دیگه، متاسفانه سنجش گفته که به هیچ عنوان به اعتراضهایی در بابت این مورد پاسخ قطعی داده نمیشه و به صورت کلی کار برای شما کنسل خواهد بود متاسفانه. که امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. این بود از توضیحاتی که در واقع براتون دادم. سعی کنید که بچه‌ها حتما حتما خودتون رو آماده بکنید برای
کنکور 404 اگر خدای نکرده قبول نشدید و سعی کنید که مطالعه خودتون رو درست داشته باشید که انشالله کار برای شما پیش بره. متاسفانه مشاوره تجربی و زبانمون پر شده، ولی زمانی که در واقع ظرفیت باز شد حتما حتما رو چشمم بهتون اطلاع میدم. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو با من بودید، باعث افتخار هستش که بیننده های خیلی خفنی مثل شما دارم، شمایی که تا اینجای ویدیو رو نگاه کردید. بدونید که خیلی خیلی زیاد دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید. یا